کردن. در اصل باید پاسخ بده، ولی من بعید میدونم از این جمهوری اسلامی آبی گرم بشه. آقا فرشاد بالا، فرشاد بیا بالا. خب آقای نیست که گفت من آمادم. خب فرشاد جان یه درخواست بده عزیز برادر، بیا که امشب داغانیم فرشاد، امشب باید تو فقط باید بگوی شاف سنگده بیا بخور زمین. امشب میخوایم آتیشبازی را بندازیم، آتیشبازی آقا فرشاد گل. درود بر شما. فرشاد یه طرف چرا نور نداره؟ یه طرف نور نداره؟ تلاوی بود، تلاوی برقاش رفته بود. نه تلاوی برق نمیره داداش. رسیدم به خیر. واقعا از تلاوی اومدی؟ کجا بودی؟ آره تلاوی بودم، چند روز نبودم، تلاوی بودم، اورشلیم بودم، بعد یه تازه رسیدم، چند روز اصلا نبودم فضای مجازی و خدمت شما عرض کنم، یعنی وقت نبود و هیچی دیگه. الان در خدمت شما هم ما اینجا ذکر خیرت بود. بله خیرت بود. امشب چون خیلی از بینندگان عزیز به ما گفتن که آقا شما خیلی وقت اصلا فیلمی پخش نمی که ما آخرین فیلم مشاور قالیباف بود، مترو پترو چی بود نمیدونم اسمش چی بود که آره اونو پخش کردیم. بعد خیلی ها گفتن آقا چرا دیگه فیلم های آنچنانی پخش نمی کنید که یه زلزله به پا بشه. فرشاد جان امشب ما قرار یک فیلمی رو پخش بکنیم که به مراتب خیلی سختین تر از فیلم مرد ارشاد کی بود اسمش؟ سقطی. رضا سقطی. آره به مراتب از اون خیلی بالاتره. به همین خاطر الان داشتیم اصطلاح جنابالی رو میگفتیم خیلی دیگه داغانیم، چون این واقعا امشب لرزه بر پیکره تمام آخوندها مینشونه. خب چون اصلا هیچکی فکرشو نمی کنه این یه همچین کاری باشه. میخوایم الان امشب با حضور شما عزیزان پرده بله ایشون هستم امان از دل زینب در کنار آقای رئیسی نگاه کن اصلا انگار بعد از کت خدایی اومده، کلاه بیدین، قیافه بیدین. فرشاد شما تحلیل بفرمایید اینجا قیافه، نگاه تو اتاق بدون محافظ فلان. صادق یه عکس دیگه‌ش هم داری؟ یه چند تا داری؟ بذار یکی دیگه‌شو. میخوام اول اینا رو مردم ببینن، بعد یه توضیح میخوام بدم فرشاد این کی هست اصلا. بله این به هر حال نگاه کن. بله بسیار عالی. هر جا بوده با این مرده، با این رئیسی تنها بوده، نه بادیگارد باهاش بوده، نه فلان باهاش بوده، همه جا هم با هم بودن. خب در واقع احتیاجی نداشته به بادیگارد تو داشته کله من. ببین اینا به هر حال التماس دعا دارن و دعاشون هم مستجاب میشه دیگه. وقتی عمل پسند خدا پسندانه لغات رو در واقع انجام میدن، لغا آره به لغا الله میبرن. آقا اینا دیگه بالاخره من شنیدم، چون تو دنبالت میکنم، شنیدم که قرار یه سورپرایزی داشته باشیم و گفتی که صادق عزیز داره روش کار میکنه و فلان. من اول فکر کردم خود صادق داره روی این مرده کار میکنه. مرد بادیگارد داره، نمیشه نزدیکش شد. صادق بخواد نزدیک میشه. بعد آره خلاصه که من یه در سرزمین کفر بودم، در بلاد کفر بودم، داشتم لایو تو میدیدم، بعد کلی خندیدم. گفتی صادق داره روش کار میکنه. گفتم صادق دمت گرم تنهایی. صادق یه جا خب صادق اون عکسش اگه میشه بذار من شروع بکنم اینو دیگه معرفی کردن کی هست. اونجایی که بهجت داره روش کلا میذاره سرش، اون چیه؟ عمامش رو میذاره. آیت الله اومده بهجت. آه نگاه کنین این آقای بهجته، مرجع تقلید بود چیکار اینجا میدونی داره بهش چی میگه؟ بهجت میدونی که اینجوری حرف میزنه. اینجا داره بهش میگه که همونه
میاد امان از دل معرفیش بکنم. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا دکتر مطهری هستند. دکترم هستند. برای همین آمپول بازی دوست داره. اون مشاور ارشد جناب رئیس جمهور اسبق دیگه، این مردی که به فاکو عثمان رفت، مشاور ارشد آقای رئیسی در امور روحانیون بودن. من با یکی دو تا از آخوندها یه ارتباطاتی دارم، ارتباطات فضای مجازی. به اینها پیام دادم، گفتم آقا در مورد ایشون آیا میتونی چیزی به ما بگی؟ گفت پیمان آخرین کاری که ایشون برای ما کرد و هیچ کس نتونست یه همچین کاری بکنه، رفته بود از رئیسی دستور کتبی گرفته بود، نمیدونم اونجا چه خدمات ارائه داده بود که رئیسی بهش دستور کتبی داده بود که به هر کدوم از این آخوندهای ولد زنای ایران نفری 20 میلیون تومن وام بدون سود بدن. خب عزیزم بیان کلام، برای این که شما نمیدونید چه کاری اونجا کرد، میخواید بدونی چه کاری کرد؟ این کار برای این که 20 میلیون تومن زبونش هران این کار کرد، برای اینکه زبون و برای اینکه بتونی 20 میلیون تومان رو بگیره حمل و نقل کنه، آخرین کاری که کرد رفت برای آقای رئیسی ساک دستی تهیه کرد برای اینکه بتونه 20 میلیون رو بریزه اون تو. بله دوستان، بله عرض میکنم خدمت شما. ایشون صادق یه جا هم هست، تو یه جای انتخاباتی هم بوده، با این رئیسی بوده. من دارم میبینم عکساشو ولی نمیتونم الان از اینجا از تو لپتاپ به شما نبینم. من اسمش رو سرچ میکنم چقدر عکس، یه جا هم با رئیسی نمیدونم کجا بوده. سخنرانی؟ نه این سخنرانی دیگه. آره. آقا ایشون بله دکتر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا مطهری هستن، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روحانیون. خب ایشون مشاور وزیر اطلاعات، تا چند وقت دیگه اگر رئیسی به صخره نمیخورد قرار بشه رئیس حج و زیارت کل کشور. دوستان ما قسمت اول فیلم رو فردا یا حالا امشب آخر وقت منتشر میکنیم. تو قسمت اول فیلم یعنی واقعا خجالت آوره که دختره بهش میگه برگرد من سوراخ فلانجاتو بلیستم، اینم میگه باشه انشاءالله. دختره به این میگه؟ دختره به این میگه درود بر شرفش. احتمالا اون دختره دیلدوی چیزی داشت. دختره بچه هست کودک آزاریه. کودک آزاریه. آره کودک آزاریه. بعد نگاه دختره ازش میپرسه تو اینجوری مثلا با من جا به جایی داری؟ با زنت هم داری؟ برمیگرده میگه صادق چند روز پیش. واقعا عجب کودک پویا خلاقی بود. خیلی خلاق بابا. الان کودک ها خیلی ببخشید شیش با ما رو پیش داره. نحوه استفاده از همسرش هم اینجا داشت میگفت. داشت میگفت؟ بر تقدید آقا با رسم شب توضیح میداد یا همینجور؟ ولی خدا وکیلی توصیه میکنم که این فیلمو چهار بار یا پنج بار ببینید. عزیز من تو اینجوری که داری میگی یارو پنج بار ببینه گلنار لازم میشه. اولین بار ببینه گلنار لازم میشه. حرفایی که میزنه نگاه کنید، حرفایی که میزنه واقعا خیلی زایه. ما اگه تا دیروز پخش میکردیم میگفتن حالا این مدیر کل ارشاده، اون معاون شرط داره، اون معاون قالیبافه، این معاون فلانه، اونا با جناق بودن توی استان توی شهر. آخه حرامزاده ها، اینی که الان ما دیگه پخش کردیم این دیگه اون بالا بالا هاست، مشاورشه، همه جا باهاش هست. حالا فیلم ها با عکس ها یه جا میاد از غم زینب میگه، میگه دشت کربلا. آقا من برای همین میگم دیگه امان از دل زینب. من چه نمیخوام فایلاشو بذارم چون طولانی میشه، به خاطر همین این مقدار. نه یه جا صادق داشت میگفت عکس اون مرد قاسم کتلت هم هست، داشت میگفت که یه چیزی داشت میگفت. آره من اسکرین شات ها همون الان قاسم کتلت اون پشت خواه میترسم. این نشون تو شبکه سه بود، اینه نشون بده. یا اینه همه دیدن با این میامد. آره. با این قیافه حرف میزد، همه میگفتن این فکر کنم هیدر کراره. هیدر کراره مشابه هیدر اینجا بشه که. ولی یکی از فانتزیاش همونی که تو گفتی
ساک میبره این و اون و واسه چیز رئیسی. آره گفته تو همین فیلمه گفته یکی از مورد علاقه‌اش. ما برای اولین بار می‌خواستیم اون برای قضیه مثلا افرادی که حالا با افرادی دیگه ای ارتباط دارن یه ذره آبروداری کنیم اونا پخش نشه، ولی من اینو به صادق گفتم حتما اینو بذار چون این بچه است، این واقعا باید به عنوان کودک آزاری بعد این فیلم باید محاکمه بشه، اعدام بشه، این دیگه باید بشه. بله. و جالبم اینجاست این دفعه به جناب به آقای صادق خان گفتم نه سیاه بکن نه تار بکن نه فلان بکن، کلا همه چیزو بذار. گوش میدی؟ دادم جان همه چیزو بذار بلمیسته. آقا ما میحال با هم بخورده بچ گفتارم دهی چون ما نگاه بوده چی بکنم میدیم میدیم تنه سوزه چقدر نگاه بودی بودو خورتون بودو خورتون فیلم منه پیمان جان بچ جان من میدونی چی میگم؟ میگم که تو دم و دستگاه علی خایمنی چرا همه اونی هن آخه؟ یعنی اینا استانداردشون اونی بودنه اونی ابنی میگن دیگه. آره دیگه حرم مطهر امام سوم شیعیان قیافش رو میبینی فرشاد خدا وکیلی اصلا تو فکرشو میکنی فکر میکنی این الان چه میدونم آمده تمام مردم روی زمین رو ارشاد بکنه، بعد فیلم رو اونجا میبینی آخو دوت من نمیدونم والا یه آخوندی هست آقا میری بهش میگن حسن میری. آره. آقا میری. آره. اون امروز یک استوری گذاشته بود داشت هشدار میداد به بچه ها به نوجوان ها که تو هیئت ها نرید آخوندا میکننتون. جدی میگم. آره الان هم هست استوریش الان هست میگفت که آقا نرید توی هیئت ها، الان جدیدن اینجوری شده که آخوندا هر کی بره توی هیئت آخوندا میکننشون و حتی خود منم نزدیک بود بکنن منو من دیگه نرفتم. آره من ببخشید ولی خب حالا بی پرده صحبت میکنم. نه تو پرده خوبه چون پرده رو کشیدم تازه. من یه چیزی بگم یه لحظه فقط بکنم آقا تو فقط خودت گوش میکنی که بره حق یارو محفوظه. خب صداش بس ضعیفه. آره صدا خیلی ضعیفه. داشت تعریف میکرد در مورد والده گرامی خودش. چی بگیم واقعا میگم کاش که ما اون زمان نوجوان بودیم، ما سالهای 62 61 روزی 7 بار 8 بار التماس دعا داشتیم. آره دیگه ما اون زمان کوچیک بودیم که امکانات نبود، جاده آسفالت نبود، خاکی بود، تفریه صابون بود و یه دونه ما دیگه تموم بود دیگه. میگم کاش اینا اون موقع بودن فیلماشون در میومد ما این همه عذاب نمیگیریم. ولی من یه خواهشی از دوستان عزیزم دارم، 100% الان خیلی هم که بیننده برنامه ما هستن از بچه هایی هستن که خودشون گروه های مختلف دارن، کانال دارن و اینا، ما فردا این فیلم رو کامل پخش میکنیم و شما هم زحمت بکشید حتما این فیلم ها رو پخش بکنید. من اینو جدی دارم میگم، این آقا حالا برده تو خونه رو تخت ترتیبش رو داده تو ماشین کجا کجا این اتفاقات افتاده اصلا کار ندارم. خب تو تمام دیالوگاش هم مشخصه نه سیغه نه فلانه، بهش میگه الان دیگه میتونی، میگه وای الان ماما اینا دیگه دارن میان دیگه الان چه کار کنم، میگه من بیام اونجا یواشکی اونجا فلان بسار آقا بر پدرت لعنت محافظاتو میخوای چه کار بکنی حرامزاده، تو آدمی هستی که خیابت عمامه پمامش هم اینجوری برداشته بود که اینه کسی نشناسن، ولی خب هر کسافت تو قیافت تابلوه تو عزیز پیمان جان این محافظاش همه رو کرده. شایدم برعکسه، شایدم آره این صادق این نکته ریزیه، نکته مهمی. الان ما با رئیسی الان دو به شکلی. آره الان رئیسی رئیسی به این نداد. مطمئنی؟ اون مرده دستش از دنیا کوتاهه، پشتش نمیتونم صحبت کنم، ولی به اون به قلم الهدا میداد. دیدی که
شرط ازدواج با جمیله همین بود. آره کنوز پیش دیدی اون سعید چیشیه مسئول قرارگاه خاتم گفت آقا ما سعید محمد چیه؟ آره گفت ما اگه کاری میخواستیم بکنیم باید اول رضایت جمیله رو میگرفتیم. بله. ما فکر میکردیم ما یه دونه جمیله داشتیم که میرخصیم. جمیله واقعی دختر عمر علم الهدا بود که زن رئیسی بود که رقص واقعی رو اون میکرد و همه رو برقص میارد. واقعا درود واقعا تشکر میکنم از تمام مسئولین زیر رب که واقعا کارشون درسته. آقا من یک کاری کردم فقط پیمان بدونین که ازت بپرسم. من روی این فیلم لوگو زدم خب بابت اون چند تا فیلم هایی که متاسفانه حالا اسم شبکه رو نمیارم اومدن فیلم های ما رو دزدیدن، خبر ما رو دزدیدن و واسه خودشون گرفتن. من بدون اجازه تو و میدونم که تو با این کار مخالفت میکردی، من لوگوش هم زدم. شبکه ایران اینترنشنال نیار اصلا. نمیخوام بیا، من نمیخوام بیا. به خاطر همین هم از اون سرعتی هم از اون هیچ کدوم منبع رو نگفتم و بابت همین چون این فیلم اصلش تو دست خودمون هستش ما این فیلم رو با لوگوی رادیو گیلان زدم، فارسیش هم نوشتم، انگلیسی ننوشتم، با لوگوی رادیو گیلان زدم و با لوگوی سایه، اونجای تابلو نیست. آفرین. چند جا بزن که ببین، چیز نکنن. نه. نگاه کنید الان ما این فیلم رو پخش میکنیم، من همینجا بگم، بچه های کوچه پخش میکنن، بچه های سرانه پخش میکنن. من درود میفرستم، دمیتونم گم این کار رو حتما بکنید، اشکالی هم نداره. حالا ما میگم اون آقا میگه اسم ایران اینترنشنال نیار، بعضیا سوء استفاده میکنن به نفع خودشون. این بچه‌ها منبع رو معرفی میکنن. دمتونم گرم این کارو انجام بدین. مهم اینه که دوستان اینو میخواستم به شما بگم. این فیلم در واقع الان 1 ساعت و 23 دقیقه است. این آقا رفته 11 دقیقه. البته قسمت اول 11 دقیقه است. قسمت دوم رو تخت، قسمت اول تو ماشینه. ولی دوستان اگر این پخش شد همتون این فیلم رو پخش کنید. این آخون درسته مشاور نمیدونم وزیر اطلاعات، مشاور ارشد رئیس جمهور، هر گویی که هست برای خودش هست. این فیلم این کودک آزاری کرده. اون دختر قشنگ صداش معلومه که یه بچه 17-18 ساله است، 16-17 ساله است. این باید اعدام بشه. ثقتی رو ما که میدونم اینا زیر سیبیلی رد دادن، هی گفتن که اونی که این داشت فشار میداد این نبود، اون نبود، اینو دیگه ما واضح گذاشتیم. بله. یعنی دیگه همه چیزش معلومه، نمیتونه بگه بیاد. الان هم اسمشو بردیم، فکر کنم سکته رو زده یا زنش اینو تا صبح ترتیبشو میده. چون تو این فیلم انقدر در مورد وسایل زنش صحبت کرده، چه کارهایی میکنه. وسایل زنش؟ وسایل همون وسایلی که تجهیزات و اینا. آخه یه آدم چقدر باید کثیف باشه؟ تو حالا حجت الاسلام والمسلمینی هم از این ور میگه هم. آخه جالب اینجاست، تو هم حجت الاسلام والمسلمینی، یعنی تا درزای درسای خارج و اینا هم رفتی، بعد از اون برم میگه یه دکترا هم گرفتی، بعد مشاور رئیس جمهور، بادیگارد، 6 تا ماشین دنبالت، فلان بسار، بعد لامصب. آخه تو دیگه چه حرامزاده ای هستی؟ تو دیگه چه فاجعه ای هستی؟ حجت الاسلام والمسلمین، حالا اگه اون مش رو برداری که بذاری حل دیگه. نکته خیلی زیبایی بود، نکته دوست داریم. ولی من دیشب تا چند تا دستمال کامون کردم. صادق جان مراقب باش. نه ما دو تا فیلم بود. اون یکی آقا هم که میخواستیم پخش کنیم، من دیشب یهو دهنم در اون آقا معاون وزیره، اون رو پخش میکنیم، ولی اینو عمدن پخش کردیم. داریم پخش دوستان ما که اینجا ببخشید شبکه پر نیستیم که فیلم پخش بکنیم بعضیا بیان لذت ببرن. به همین خدای کنار قلبم اگر ما این فیلم ها رو پخش میکنیم صرفا به این خاطری که شما 80 میلیون مردم ایران با ماهیت پست و پلید آشنا هستید، ولی بیش از این آشنا بشید که بدانید، یعنی واقعا اگر در زمان علی خامنه ای هم این کامپیوتر و این موبایل و اینها بود، تا حالا 20 تا فیلم اون حرامزاده با 20 نفر، البته آقا تهرانی که دامادش بود، خواهر اینو چه میدن خلاص مورد عنایت قرار میداد، اون گفته بود بله جابیج میکرد، بارها گفته بود علی خامنه‌ای یک آدمیه که ابنه‌ای بوده تو اون بیمار، تو اون به امام منصوری نمیدونم تو کجا،
خدمات میداده، فقط جنتونا خالی نمیفروخته، کارهای دیگه هم میکرده، ولی خب حالا روایت بود دیگه، مردم هم که قبول ندارن، ولی ما الان دیگه فیلم آوردیم. ولی پیمان جان، پیمان جان حسود نباش، شما به خدای کنار قلبت سوگند خوردی، منم دیگه به همون خدای کنار قلبت سوگند میخوام. آه 80 میلیون فیلم میبینم، حالا 4 نفرم میخوام خود امضایی بکنم، بذار بکنم. فقط آقا فقط یه قولی همینجا بده آقا فرزاد، من این شماره شو خواه واسط میفرستم، حتما بهش زنگ بزن فرشاد. امشب الان زنگ بزن فرشاد، داری یه گوشی؟ آره بله میستم، من آماده به نصفم. همین الان زنگ بزن ببین، بعد شماره رو بفرست برام، شماره واسط همه زنگ میزنن، لایو زنگ میزنم. داغانی آقا داغان جان، اصلا خوراک منه از داریم این قسمت روابط عمومی پورنوگرافی به من رد داره. خیلی دنبالش شمارش گشتم وسط فرستادم، تمام خیلی دنبالش نمیخوام تو لایو بگم، داداش همین خط ما رو داره که آب بیداره چیه مثلا بجه نشدم خط شما چیه؟ خط شبیه خط فرشاده. خب فرشو بزن الان، بذار رو آیفون بزن جدی، بذار الان مردم من یه لازم به فکر شماره قدیمی ایران ما رو داده بهت قول میدم الان خوش بیننده برنامه ماست الان بگویم برنامه امشاد انزلی بگویم شما این پرشن ای شما مستقیم بزنی، من بگم واتساپ های زنگ بزنی، من واتسابی نیستم مالا میستم مستقیم. این بچه های تاجیک ما همه تعجب کردن ما این چه برنامه ای داریم. الو سلام قربان، حالی شما چطور؟ شما خوبی؟ زنده باشید، ممنون. تاعت عبادت شما قبول باشه. زنده باشید، همچنین، بفرمایید. قربانش، خلیلی هستم قربان، از طرف حاج آقا منصوری. خواهش میکنم، در خدمتم هم. شکرم. حاج آقا، غرض از مزاحمت میخواستم ببینم که شما از خودرو چه استفاده هایی میکنید؟ خودرو؟ از ماشین مثلا، خودرو دارید دیگه شما، درسته؟ بله. آقا اون یه لحظه گوشی حاج آقا. عزیز جان اون جانمازا رو جمع بکن دست دارم. شما میخواستم ببینم که از خودرو چه خودرویی دارید ببخشید نظر کنم. پرشیا دارید؟ پرشیا مدل پایینه یا نه مدل بالا؟ نوت جان مدل نوت، مدل نوت، بله مدل نوت پژو پارسای خوبی داره، مدل مدل نوت آب بندی میکنه اینا رو. بله خودتون آب بندیش کردین؟ بله. آره چون معمولا چون هر کی از صاحب ماشین باشه آب بندی بکنه. پس شما این از این ماشین چه استفاده هایی میکنید؟ ببخشید من سوال میکنم، فضولیه ببخشید، البته سر شب هم هست. بله میریم سر کار و محور و فلان و دیگه اینشا دیگه. سر کار محور چطور؟ نه محور میریم سر کار، میریم اداره میریم. آه اداره میده. الان شما کجا تشریف دارید ببخشید؟ سازمان تبلیغات. سازمان تبلیغات اسلامی. سازمان تبلیغات اسلامی. خدمت با سعادت شما رسول الله، منو به جا آوردید. من خلیلی هستم از طرف آقای منصور. منصوری صاحب حمام منصور. به جا نیاوردید. بله. خب خواهش میکنم، والا ما میخواستیم یه دونه وامی بگیریم برای اینکه خودرو بخریم. حقیقت ماجرا دست بال ما خالیه، یه ذره امسال برنجا رو دیر یارو کردیم، ما رو یارو کردن، یه ذره ما دست بال ما خالیه. میخواستیم چون از خودرو استفاده های گوناگونی میشه کرد، ما میخواستیم یه دونه وام بگیریم. میخواستیم شما میتونید پیش شما اگه بیایم حاج آقا منصوری ما رو معرفی بکنه، ما بیایم پیش شما، چون که ما میخواییم از اون خودرو استفاده های مختلفی بکنیم. خدا رو چی دیدی شاید ما هم صاحب ماشین شدیم. ما من که بانگ نیستم که
شما بانک نیستین درست، ولی دست شما بازه دیگه، دست تو دست والتون خیلی. نه بابا ما نه به خدا اینطور نیست. خب بانک مورد نظری آشنا دارین؟ وقتی تام بعد من یه علاقی به خصوصی به شما دارم. حالا شما منو بعدم میشنون خلیلی هستم گفتم، یه علاقی به خصوصی به شما دارم، خدمت واسطه شما عرض بکنم که یک فیلم از شما در اومده، من میخواستم ببینم این فیلم رو خصوصی کجا میتونم براتون بفرستم که شما این فیلم رو ببینید، تایید بکنید، فتوشاپ رو خودتون این چجوری داستان. برای همین بوسیدم از ماشین چه استفاده های میکنید تو ماشینه روانه بکنم. واتساپ داری؟ واتساپ داری؟ عجب فیلمی بود بره. آره روانه میکنم فیلم رو، روانه. بعد فیلم رو ببینید دوباره من فرداشتا با شما تماس میگیرم خیلی ریز. خواه؟ فقط به کسی نگید دست شما در نکنه. خدا حافظ. قربان شما. مراقب باش. وای فرشاد ترکوندی. اما اون از دل زینب، اما اون فیلمو بده برای فرشاد. فرشاد ولی فیلمو منتشر نکن. نه من. فیلمو بفرست، بذار براش بفرسته. فرشاد فردا شب، دوستان عزیز اگر دوست دارید ایشون فردا شب اگر زنده موندن تو لایو فرشاد بیاین، حالا اگر شد ما هم میریم تو لایو. میخوای یه پیشنهاد بدم؟ فقط میخوام میشد میخوای فیلمو امشب منتشر نکنی، من یه فیلمو یه ذره براش بفرستم فردا شب ازش اعتراف بگیریم بعد فیلمو منتشر کنی؟ امشب منتشر نکن. آره. بذار فرشاد اینو. آره اینو تموم شد. بچه لایو تموم شد، همین قد میشه. فرشاد جفت کرد.